کانال آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه مسمای مرغ و بادمجونه. مسمای مرغ و بادمجون یه غذایی هست که مربوط به خطه شمال کشورمون هستش. این غذا اغلب اشتباه میشه با قیمه بادمجون یا خورشت بادمجون. خورشت بادمجون حتما باید با گوشت قرمز طبخ بشه و قیمه بادمجون هم که همون قیمه هستش که به جای سیب زمینی بادمجون میریزن و چاشنی خورشت بادمجون میتونه آب لیمو هم باشه، ولی چاشنی مسمای بادمجون حتما باید قوره یا آب قوره باشه. مواد مورد نیازش برای دو نفر: حدود 300 گرم گوشت مرغ داریم که میتونیم از رون یا سینه استفاده بکنیم، 4 عدد بادمجون قلمی، 3 عدد گوجه فرنگی، 1 عدد پیاز، 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، 2 قاشق غذاخوری پیاز داغ. از قوره یا آب قوره میتونیم استفاده بکنیم. اگر از قوره استفاده کردیم 1/4 پیمانه قوره، اگر از آب قوره استفاده کردیم 1/4 پیمانه آب قوره، یا میتونیم از هر دوتاش استفاده بکنیم، منتها نصفش بکنیم، میزانش رو 1/2 بکنیم. زعفران دم کرده حدود 2 قاشق غذاخوری، زردچوبه، پودر فلفل سیاه، نمک و روغن به میزان لازم. پیاز رو خیلی ریز خورد میکنیم، کمی روغن داخل قابلمه میریزیم و روی حرارت قرار میدیم. 300 گرم مرغی رو که داشتیم بهش اضافه میکنیم و با پیاز تفت میدیم. تفت میدیم که آب پیاز کامل به خورد مرغ بره و بوی مرغ از بین بره. خیلی آروم با حرارت ملایم بعد از اینکه مرغ‌ها کمی سرخ شدن، 2 قاشق رب که رو داشتیم اضافه می‌کنیم، کمی تفت می‌دیم تا رب رنگ باز کنه و بوی خامیش گرفته بشه. بعد از اون میان زردچوبه و پودر فلفل سیاه رو اضافه می‌کنیم، کمی تفت می‌دیم همراه با کمی نمک. کمی که تفت دادیم حدود 2 پیمانه آب جوش بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که مرغا بپزن. بعد که به جوش اومد درش رو میذاریم، حدود 30 دقیقه بعد مرغا پخته. از اینکه بادمجونا رو پوست کندیم و داخل آب نمک قرار دادیم و آب سیاه و تلخش از بین رفت، میان بادمجونا رو سرخ میکنیم. 20 دقیقه آخر بعد از اینکه مرغا پخت، میان بادمجونای سرخ شده رو دونه دونه اضافه میکنیم. هم نمیزنه، فقط یه کناری قرار. به این شکل گوجه را هم یک سمت آب قوره. من هم از آب قوره استفاده کردم هم از قوره.
بر پیاز داغ، برای عطر و بوی و زعفرون دم کرده. زیاد به هم نمیزنیم، له نشه موادمون. با شعله ملایم 20 دقیقه میذاریم بپزه. حدودا 30 دقیقه زمان میبره این خورش آماده بشه. خورش مسمای بادمجون آماده شد. امیدوارم شما هم این خورش خوشمزه و سنتی رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.